کشور پاکستان در تصمیم اخراج اجباری مهاجران و پناهجویان تجدید نظر کند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. هموطنان عزیز، درود و سلام بر شما. کشور پاکستان در تصمیم اخراج اجباری مهاجران و پناهجویان تجدید نظر کند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین از پاکستان می‌خواهد تا در نظر داشت روحیه اسلامی، حسن همجواری و تعهدات بین المللی در مورد اخراج اجباری مهاجران و پناهجویان اهل افغانستان تجدید نظر کند. آقای عبدالله روز شنبه 13 عقرب با نشر اعلامیه در ایکس نوشته است: اخراج دست جمعی مهاجران آنان را با خطر بی‌خانمانی و عدم دسترسی به خدمات بهداشتی مواجه می‌سازد که با توجه به فرارسیدن فصل سرما می‌تواند سبب ایجاد بحران بشری بزرگ گردد. آقای عبدالله از کشورهای همسایه افغانستان خواست است تا زمان بازگشت داوطلبانه پناهجویان و میزبانی آنان ادامه دهند و از آزار و اذیت مهاجران و اخراج اجباری آنان که نقض قوانین بین المللی تلقی می گردد اجتناب کنند. او گفته که مهاجران و پناهجویانی که از پاکستان برگشته اند نیاز فوری به غذا، سرپناه و خدمات صحی دارند و از جامعه بین المللی و نهادهای امداد رسان بین المللی و داخلی خواسته است که به آنان کمک کنند. عبدالله همچنین خواستار توجه ویژه به مشکلات مهاجران و پناهجویان افغانستانی بازگشته و بی‌جا شدگان داخلی کشور در نشست جهانی ماه آینده در مورد پناهندگان در کشور ژنو سویس شده است. روند اخراج مهاجران و پناهجویان غیر قانونی افغانستان از پاکستان 3 روز می شود که آغاز شده است. پاکستان اعلام کرده است که 1.73 میلیون مهاجر و پناهجوی بدون اسناد را اخراج می کند. حکومت پاکستان به آنان تا اول نوامبر مهلت داده بود که به صورت داوطلبانه آن کشور را ترک کنند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، الله یار و نگهدارتان.